در ادامه بحران حاکمیت بر سر فیلتر کردن تلگرام یک رسانه حکومتی در حراس از قیام و انزجار اجتماعی از رژیم نوشت بقای دیماه 96 و اعتراضات خیابانی در بیش از 100 شهر ایران که با فراخان چندین کانال تلگرامی به راه افتاد روی دیگر سکه فضای کسب و کار مجازی رایگانی بود که خود را نشان داد به باور بسیاری امروز آنچه جامعه ایرانی با آن روبروست، سطح پایین اعتماد عمومی و اجتماعی است. پژوهش‌های متعدد پرسایش اعتماد اجتماعی را میان ایرانیان نشان می‌دهد. این رسانه باند روحانی سیاست سانسور تلگرام و شبکه‌های اجتماعی را بیفایده خوانده و می به نظر می‌رسد تا سیاستگزاران ارشد کشور نسبت به مغولی اعتماد اجتماعی کم توجه باشند هر گونه برخورد و یا عدم برخورد با هر گونه تکنولوژی ارتباطی به نتایج دلخواهی نمیرسد امروزه اطلاعات بیش از چهل میلیون کاربر ایرانی در شبکه مجازی است که تبعات امنیتی بسیاری را ممکن است در آینده در پی داشته باشد. این رسانه حکومتی فیلتر کردن شبکه های اجتماعی توسط رژیم آخوندی را پیشا پیش شکست خورده دانسته و می افساید قطعا کم توجهی به مقوله اعتماد اجتماعی واجد تبعات بسیاری است که در آینده این نه چندان دور گریبانگیر ما خواهد بود عباس عبدی در مطلبی با عنوان معنای فیلترینگ احتمالی نوشت فیلترینگ تلگرام فقط یک معنی دارد و آن اعلام ناتوانی سیاسی است قبول دارم که کنار آمدن با تلگرام و کلا رسانه های غیر انحصاری سخت و جانکاه است ولی چاره ای نیست جز اینکه باید با این وضع خود را تطبیق دهند یک مهره دیگر باند روحانی به نام صادق زیبا کلام نوشت گیریم که معجزه اتفاق افتاد و اساسا و به طور کل فضای مجازی نابود شد ولی آنها از خود نمیپرسند که با مخاطبان میلیونی فضای مجازی چه میخواهند بکنند با میلیون ها متولد دهه 60 هفتاد و حتی دهه هشتادی ها چه میخواهند بکنند و این سوال مطرح می شود که با مخاطبان تلگرام در صورت فیلترینگ آن چه خواهید کرد؟ آخوند روحانی رئیس امور شیاد ارتجا که تاکنون مدعی مخالفت با هر گونه فیلتر کردن شبکه‌های اجتماعی بود طی اصارات دو پهلو راجع به طرح اعلام شده رژیم برای بستن تلگرام با ترفند ایجاد پیامرسان داخلی به توجیه تراشی پرداخت و گفت هدف از ایجاد و تقویت نرمافزارها و پیامرسانهای داخلی نباید فیلتر یا مسدود کردن دسترسی ها باشد بلکه باید با هدف رفع انحصار در پیام ها انجام شود همزمان دبیر شورای عالی فضای مجازی رژیم ابوالحسن فیروزآبادی با حمله به تلگرام گفت شبکه مجازی تلگرام راهزن است و هدف تلگرام مداخله عظیم اقتصادی و در دست گرفتن بازار تبلیغات کشور است